سلام چهارشنبه دو آذر 1401 23 نوامبر 2022 میلادی به دنبال وحشیگری های حکومت در کردستان در مناطق کردنشین در سه استان آذربایجان غربی کردستان و کرمانشاه فراخانی از سوی جوانان محلات سی شهر کشور شامل تهران و 23 مرکز استان و چندین شهر دیگه و همینطور مرکز هماهنگی احزاب کرد صادر شده که فردا پنج شنبه دعوت به اعتصاب عمومی و اعتراضات در سراسر کشور کرده این فراخوان ها برای همبستگی با کردستان و پشتیبانی از مبارزات دلاوران کردستان در همین حال فردا روزی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم جلسه ای داره برای بررسی سرکوب های خشونتبار و نقض مستمر حقوق بشر در ایران در دو ماه گذشته که انقلاب زن زندگی آزادی حرکت توفنده خودش رو شروع کرده دست کم 416 نفر از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شدند که 51 تن اونها کودک هستند تنها در هفته آخر آبان ماه 72 دو دو نفر کشته شدند که عمدتا از مناطق کرد نشین هستند به لیست بلند بالای نقض حقوق بشر باید موارد جدیدی رو اضافه کرد که در این اعتراضات از سوی حکومت اعمال شده از جمله اینکه اطلاعات سپاه دستور داده که پزشک و پرستار و بهیاری که به درمان مجروحین میپردازند شناسایی و احیانا بازداشت بشن قبلا هم استفاده از آمبولانس و نمادهای پزشکی و غیره داشتیم که با اعتراضات گسترده پزشکان همراه بوده یا مثلا در کرمانشاه در حالی که مردم اهدای خون میخواستند بکنند برای شهرهای کردنشینی مثل جوانرود یا دیگر شهرها که مردم رو میکشتند حکومت مانع اهدای خون شده در بوکان و مهابات حمله به منازل منازل مسکونی مردم قطع بر تیراندازی های بی هدف به خانه ها و دیوارها و پنجره ها بخش دیگری از جنایت هاست در جوان رود استفاده از موشک از مسلسل کالیبر سنگین برای هدف قرار دادن مردم همینطور استفاده از قرص های آمفماتین و همینطور داروهای روانگردان دیگه ای که به سرکوبگران بدند برای وحشی تر کردن و از حال تعادل اونها رو بیرون آوردن کاری که داعش با افرادش میکرد بخش دیگری از نمایش های جنایت حکومت خامنه ای و اعوان و انصارش در مقابله با مردم بیدفاع استفاده از پهپاد در سه استان کردستان کرمانشاه و سیستان و بلوچستان دستورش رو دادند برای شلیک گازهای فلفل و احیانا مواد شیمیایی و همینطور مواد دودزا بر سر مردمی که اعتراض میکن CNN هم گزارش مفصلی رو منتشر کرده که در اون به وضعیت شکنجه در ها و احیانا تجاوز پرداخته موضوعی که باستابه گسترده ای هم در رسانه ها داشته به این ترتیب دیده میشه سیاهه سیاهکاری های خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی که پرونده سیاه 43 ساله داره در این دو ماه سیاه تر از گذشته شده و به خصوص در هفته گذشته در کردستان و در هفته های قبل در بلوچستان اوج خشونت و سبوعیت رژیم به نمایش گذاشته شد اما بیت آیت الله منتظری بیانیه رو منتشر کرده و در اون وضعیت کشور رو تشریح کرده و خواستار رفراندوم شده همه پرسی شده عنوان خواست اصلی مردم البته به بیت آقای منتظری باید گفت تنها رفراندومی که معنی داره این است که زیر نظر سازمان های بین المللی و نه این حکومت مردم بتوانند آزادانه به نظام جمهوری اسلامی آریا نه بگن در کلیتش و بدون شک مردم وقتی نگفتند این حکومت از کار برکنار میشه اگرچه چنین نصیحتی یا چنین خواستی در گوش شنوای امثال خامنه ای و دزدان و جنایتکاران اطراف او جایی نداره اما نشانه هایی هم دیده میشه که دست پاچه لاقل بخشی از حکومت دنبال چارجوی است بعد از بیش از دو ماه سرکوب مردم و استیصالشون در مقابله با انقلاب زن زندگی آزادی دست به دامن به گفته والستریت جورنال دست به دامن خانواده های هاشمی و خمینی شدند که اونها هم نپذیرفتند کاری بکنند و در آرام کردن مردم دخالتی داشته باشه از سوی دیگه پیکنت خبر داده از اینکه فاطمه هاشمی دیداری با مجتبا خامنه ای داشته و در اون اوضاع کشور رو توضیح داده و به گفته پیکنت مجتبا خامنه ای گفته من کاری نیستم یک مدرس حوزم و اینها رو به پدرم بگید موضوعی که البته اگر صحت داشته باشه این دروغ محضی است که مشتبا خامنه ای مطرح میکنه چرا که وردست پدرش عامل سرکوب ها و کشتار هاست همچنین دیدار هیئت مدیره اصلاح طلبان شامل آقایان بهزاد نبوی محمود صادقی حسین مرعشی جواد امام و الیاس حضرتی که شورای مرکزی اصلاح طلبان هستند با علی شمخانی هم تایید شده همینطور با مخزنی اجهی که به طور کلی گفتند مسائلی از وضعیت کشور مطرح شده و رسیدگی به خواستهای مردم ها از این قبیل حرف ها ولی جزئیات بیشتری منتشر نشده این قبیل دیدارها بیش از هر چیزی نشون میده که از یک طرف سرکوبگران و حکومت خامنه ای دوچار استیصال شدند و از سوی دیگه نشون میده بخش از درون حکومت هم که احساس خطر میکنند به دست و پا افتادند بلکه بتونن چاره ای پیدا بکنند اگرچه به هر دو گروه باید گفت وقتی که مردم یک پارچه و یک صدا به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی رو خواستار هستند و به جای اون یک نظام دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و رو به دنیای مدرن رو جایگزین میخوان بکنن که تبلورش در شعار زن زندگی آزادی هست این قبیل ترفاندها و وصل ها چاره کار نیست و دردی رو دوا نخواهد کرد اما اعتصابات که در بیش از چهل درصد کارخانجات کشور اعتصاب یا کمکاری و یا نیمه تعطیل بودن گزارش میشه ابعاد گسترده داره هر روز خبر از کارخانه های مختلف مثل ایران تایر یا بهمن دیزل یا غیرو غیرو میرسه که کارگران دست از کار کشیدند. دیروز بازار بلبرینگ تهران و همینطور یدکی فروش های خیابان چراغ برخ هم دست به اعتراضات و بستن پاره از اونها بستن مغازه ها کرده بودند تا اینکه آماده بشن برای فردایی که فراخانی عمومی اعتصاب بخت تعدادی از هنرمندان تاعت هم شامل کارگردان نویسنده سحنه آرا هنرپیشه و غیرو بیانیه رو امضا کردند و در اون گفتند از این پس استفاده از عناصر اجباری و سرکوب و از جمله هجاب اجباری رو را رعایت نمی کنن و خودداری خواهند کرد از اونها در 24 ساعت گذشته دست کم سی دانشگاه اصلی و سراسری کشور در اعتصاب و تظاهرات و اعتراض بودند و ده ها دانشگاه کوچک و بزرگ و منطقه‌ای هم همینطور در اعتصاب و اعتراض بودند. تاکنون بیش از 400 دانشجو بازداشت و روانه زندان شدند و صدها دانشجو هم با احکام محرومیت از تحصیل یا عدم ورود به دانشگاه و غیره مواجه هستند موضوعی که حکومت فکر میکنه با این کار دانشگاه ها رو میتونه بترسونه و آروم کنه و تا کنون موفق نشده همینطور در 24 ساعت گذشته بسیاری شهرهای گوناگون دیشب و امشب از مشهد تا دسفول و اندیمشک از اورمیه و تبریز تا تهران و اصفهان و شیراز و رشت و غیره و ده ها شهر کوچک و حتی بخش های کشور هم دست به اعتراض و اعتصاب دست به اعتراض زدن و شعارهای جنبش رو تکرار به این ترتیب دیده میشه ترفند حکومت که میخواست با سرکوب در کردستان اونجا رو رعب و وحشت ایجاد کنه و بقیه مردم رو هم بترسونه نه فقط روی کردستان تأثیری نگذاشت و اعتراضات ادامه داره بلکه بالعکس تمام ایران رو هم به حرکت درآورده که فردا اون رو خواهید دید. با امید پیروزی ایران و ایرانی